سلام مهربونا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنونم که کانال ما رو دنبال میکنین. امیدوارم که ویدیوهای ما رو دوست داشته باشین، براتون مفید باشه و با دوستاتون شیر کنید. یادتون باشه که حتما سابسکرایب کنین و برای گرفتن نوتیفیکیشن زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید. اگر پیشنهادی، انتقادی یا هر نظری دارید برای ما بفرستید. اما امروز در واقع میخوام باهاتون مطالبی رو در مورد بیماری‌های مختلف و در واقع تاثیر ورزش بر اون. خب میدونین که در واقع همه آدما میتونن ورزش کنن و فعالیت بدنی داشته باشن، اما برنامه ورزشی هر آدم با آدم دیگه فرق میکنه و به خصوص برنامه ورزشی کسی که از نظر بدنی تو سلامت کامل هست با کسی که از نظر فیزیکی و بدنی تو سلامت کامل نیست کاملا فرق داره. همه آدما میتونن ورزش کنن و فعالیت بدنی داشته باشن. ما در واقع کسایی رو داریم که به ما مراجعه میکنن با مشکلاتی از قبیل مثلا فشار خون، بیماری های قلبی، حتی سرطان، دیابت و یا پوکی استخوان و الی آخر بیماری های دیگه، که در واقع همه این افراد میتونن ورزش کنن، فعالیت داشته باشن، فقط نوعش و شدتش با همدیگه فرق میکنه و اصلا شبیه همدیگه نیست. امروز در واقع میخوام در مورد یکی از این در واقع موضوعات باهاتون صحبت کنم و اون هم پوکی استخوان هست و تأثیری که ورزش میتونه روی اون داشته باشه. اینکه پوکی استخوان چه هست، چرا، چجوری ایجاد میشه و ورزش چجوری میتونه بهش کمک کنه. ورزش و تأثیر آن بر پوکی استخوان. پوکی استخوان در واقع بیماری است که اغلب در زنان و به خصوص بعد از متوقف شدن قاعدگی ایجاد میشه. به این صورت هست که تراکم استخوانی پایین میره و در واقع استخوان ضعیف میشه و بر اثر ضعیف شدن احتمال شکستگی استخوان بالا میره. به پوکی استخوان در واقع استوپروسس هم میگن. پوکی استخوان در زنان بیش از مردانه. از هر 4 مرد یک مرد بعد از سن 50 سالگی شکستگی استخوان میگیره به علت پوکی استخوان و از هر 2 زن یک زن. پس میبینید که میزانش در زنان بسیار بالاتر از مردان هست. در واقع در امریکا 52 میلیون مبتلا به پوکی استخوان هستند که گفته شده تا سال 2020 که همین در واقع کمتر از یک ماه دیگه اینجاست، پوکی استخوان نیمی از جمعیت بالای 50 سال در امریکا دچار پوکی استخوان خواهند بود. در واقع میشه گفت همین الان. پوکی استخوان همونجوری که گفتم براتون در واقع ضعیف شدن استخوانه و در نتیجه شکستگی در واقع نتیجه اون میتونه باشه. پوکی استخوان معنای دیگرش یعنی پایین بودن تراکم استخوان و زوال ساختار مولکولی استخوان. اما ببینیم که چه چیزایی در واقع باعث پوکی استخوان میشن. عوامل ایجاد پوکی استخوان یکی عدم تحرک، تغذیه ناسالم و ناکافیه. بنابراین خانمهایی که مدام و دختر خانمهایی که مدام در رژیم غذایی هستن و غذای کافی نمیخورن باید بدونن که در آینده ممکنه دچار این مشکل بشن. بنابراین تغذیه کافی و مناسب بسیار بسیار در واقع مهم هستش. عدم تحرک، تغذیه ناسالم و ناکافی، سیگار کشیدن جز عادات بد زندگی در واقع باعث ایجاد پوکی استخوان میشه و عوامل دیگه مثل ژنتیک، سن، جنسیت، نژاد و همچنین بعضی از هورمون‌ها که با تاثیر مستقیم بر میزان در واقع کلسیم ممکنه باعث ایجاد پوکی استخوان بشن. اما بعد از پوکی استخوان در واقع متداول ترین شکستگی ها در کجا هستند؟ استخوان لگن، ستون فقرات و مچ دست، که در واقع شکستگی استخوان لگن و ستون فقرات میتونه عواقب بعدی زیادی داشته باشه و ما رو دچار معلولیت و حتی خطر مرگ بکنه. با افزایش سن در واقع احتمال شکستگی به علت پوکی استخوان بالا میره، به علت اینکه با افزایش سن عضلات ما دچار ضعف میشن، ضعیفتر میشن و وقتی که عضلات ما در واقع ضعیفتر بشن تعادل کمتری ما خواهیم داشت و به علت عدم تعادل زمین خوردن زیاد میشه و به علت زمین خوردن شکستگی دچار میشیم. در واقع علت 90% شکستگی ها هم 90% شکستگی ها هم قدرت عضلانی پایین، عدم داشتن تعادل و زمین خوردن اعلام شده.
اما مرحله یک مرحله قبل از پوکی استخوان که در واقع استئوپنیا هستش، یک درجه ضعیفتر از استئوپروسس هست و در واقع تراکم استخوان بین 1 تا 2.5 هست که در واقع داره به این هشدار رو به ما میده که افرادی که تراکم استخوانیشون بین 1 تا 2.5 هست در به زودی در معرض خطر پوکی استخوان که هم استئوپروسس هست قرار میگیرن. بنابراین با این هشدار و زنگ خطر هست که ما باید شروع کنیم و در واقع اون لایف استایل و عادت‌های زندگی رو تغییر بدیم، شروع به حرکت کنیم، شروع به ورزش بکنیم. در واقع ورزش یکی از عوامل مهم پیشگیری و درمان پوکی استخوان همراه با تغذیه مناسب بر اساس کالری مورد نیاز بدن و مصرف ویتامین دی و کلسیوم هستش که همه این عوامل با هم دیگه باعث میشن که اون خطر رو بتونیم پشت سر بذاریم. پس ورزش یکی از عوامل مهم پیشگیری و درمان پوکی استخوان همراه با تغذیه مناسب بر اساس کالری مورد نیاز بدن، مصرف ویتامین دی و کلسیوم و مهمتر از همه اونا حتما زیر نظر متخصص تغذیه. یادتون باشه که هیچ کسی غیر از متخصص تغذیه نمیتونه به شما برنامه غذایی بده، هیچ مربی ورزشی، هیچ در واقع هیچ کس مگر اینکه در اون در واقع برنامه غذایی تخصص خاصی، مدرک خاصی داشته باشن. یادتون باشه که برنامه غذایی رو حتما فقط از متخصص تغذیه بگیرید. خب اما وقتی که در واقع کسی در واقع به پوکی استخوان دوچار شده الان و در واقع ورزش چطور میتونه بهش کمک کنه، هدف اصلی درمان در واقع کاهش یا توقف بیشتر شدن پوکی استخوان هستش. چون در واقع وقتی که شما به پوکی استخوان در واقع دوچار میشین، با ورزش اون میزانی رو که گرفتین رو نمیتونید برگردونید، شاید یه میزان کمی، اما میتونید متوقفش کنید و دیگه نذارید بیشتر از اون بشه. بنابراین هدف اصلی درمان کاهش توقف بیشتر شدن پوکی استخوان و پایین رفتن تراکم استخوانی هست که در این مرحله هم که در واقع دیگه دچار پوکی استخوان شدین، حتما باز هم باید در واقع زیر نظر متخصص تغذیه باشید برای تغذیه درست و مصرف ویتامین ها و مواد معدنی. خب بریم ببینیم که در واقع برای پوکی استخوان چه ورزشایی باید انجام بدیم و چطور در واقع باید تمرین کنیم. تمرینات مقاومتی با وزنه باعث استحکام و مقاومت استخوان ها میشن. در واقع با ایجاد پدیده‌ای به اسم ماسل بون استرین باعث میشن که استخوان های ما قوی تر بشن. این بون استرین در واقع یه چیزی مثل واکسن میمونه که دیدیم برای واکسن و پیشگیری از بیماری یه میزان کمی از اون بیماری رو وارد بدن میکنن، بدن شروع به مقاومت میکنه و بعدش در مقابل اون بیماری در واقع مصون میشه. بون استرین هم همینطور، در واقع با بلند کردن وزنه ما به استخوان یه آسیبی میزنیم که استخوان بعد از ترمیم اون آسیب در واقع قوی تر میشه. هر گونه حرکتی که در اون ماهیچه ها و استخوان ها خلاف جاذبه زمین در حرکت باشن رو بهشون weight bearing exercises میگن که این قبیل تمرینات برای در واقع پوکی استخوان بسیار خوب هستن. در واقع weight bearing exercises، یوگا، پیلاتس، ورزش های ایروبیک و هوازی سبک، شنا بسیار بسیار به عزیزایی که پوکی استخوان دارن کمک میکنن که در واقع متوقفش کنن و شرایط بدنی و سلامتیشون رو بسیار ارتقا ببخشن. اما اگر ورزش میکنین، یک سری نبایدها هست که باید حتما بهشون توجه کنین. یکی، خم شدن و قوس کردن به سمت جلو مثل حرکت‌های دراز نشست. هرگز نباید این حرکت رو انجام بدین، به خصوص اگر اون پوکی استخوان در ناحیه در واقع ستون مهره ها باشه. دستگاه روینگ ماشین که همون پاروزنی است که به سمت جلو میرید و در واقع به سمت عقب اون دسته رو میکشین، این هم در واقع باعث اون قوس کردن به سمت جلو میشه، به خصوص اگر اشتباه انجام بدید و باعث آسیب میشه. پریدن و ورزش ایروبیک سنگین، پریدن
ممنوع، ورزش ایروبیک هوازی سنگین ممنوع، ترامپولین و استپ. کلاس های استپ که میرین برای عزیزایی که داره در واقع پوکی استخوان دارن کاملا ممنوع، آسیب شدید میزنه به زانوها، به لگن، ستون فقرات. حرکت های ابداکشن و اداکشن پاها که در واقع پا رو در برابر یه مقاومتی باز میکنین یا در برابر یه مقاومتی میبندین. این حرکت رو نباید انجام بدین، از این دستگاه نباید استفاده بکنین و این حرکت رو میشه با کش و در واقع وسیله دیگه هم انجام داد که ترجیحاً نباید انجام داد، به خصوص اگر در واقع پوکی استخوان تو ناحیه لگن باشه. و سر رو با دست به جلو کشیدن، این سری حرکت ها که در واقع توی دراز نشست هم باز هست، توی یه سری حرکت های کششی هم هست، در واقع این حرکت برای کسایی که پوکی استخوان دارن اصلا توصیه نمیشه تو ناحیه گردن و بهتره که این حرکت رو انجام ندید. با رعایت این سری نکاتی که گفتم به راحتی میتونین ورزش کنین و شرایط استخوانی بهتری داشته باشین. اگر دچار به پوکی استخوان نشدین، پس از الان میدونین که تمرین و ورزش چه تأثیر مهمی داره، به خصوص در سنین بالا، به خصوص برای خانم ها، به خصوص که اگر زایمان داشتن و یا بعد از در واقع قطع شدن پریود ماهیانه، و بسیار بسیار میتونین زندگی سالمتر و شادتری رو تجربه کنین. امیدوارم که ویدیوی امروز براتون مفید بوده و ازش لذت بردین. اگر که در واقع دچار این مشکل نیستین، به اهمیت اون الان آگاهین و اگر کسی رو تو خانواده، دوستان، آشنایان، نزدیکان دارین که در واقع مشکل رو داره، دچار پوکی استخوان هستن، حتما حتما این ویدیو و اطلاعات رو باهاشون شیر کنید. ممنون که کانال ما رو دنبال میکنین. یادتون باشه که حتما سابسکرایب کنین، برای گرفتن نوتیفیکیشن زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنین. خیلی دوستتون دارم و منتظرتون هستم توی ویدیوی بعدی.